بینندگان عزیز برنامه افق جنبش کارگری، سلام. صندوق‌های مختلف کارگری یکی از موضوعات مهم در سازماندهی تشکل‌های توده‌ای کارگران است. این موضوع نه تنها از این زاویه بلکه به لحاظ نقشی که صندوق‌ها در زندگی روزمره کارگر دارد، از جمله بیماری و مداوا و خرید و وسایل روزانه زندگی و تا بازنشستگی و اعتراض و اعتصابات کارگری مورد توجه کارگران پیشرو و فعالین کارگری قرار داشته و به آن پرداختند. صندوق‌های متنوع کارگری به طور دائمی و به اشکال مختلف مورد تعرض، دستبرد و سوء استفاده اقتصادی و سیاسی دولت جمهوری اسلامی و سرمایه‌داران قرار گرفته. غارت و حیف و میل اموال و اسناد صندوق تأمین اجتماعی توسط دولت احمدی نژاد و مرتضوی جلاد یکی از هزاران مورد از این دست است. از این جهت نیست این موضوع مورد توجه جدی فعالین پیشرو جنبش کارگری قرار دارد. برنامه امروز افق جنبش کارگری را ما به این موضوع اختصاص دادیم و سعی می‌کنیم به همراه رفیق محمود قهرمانی جوانب مختلف این موضوع را بررسی کنیم. با ما باشید. رفیق محمود به برنامه افق جنبش کارگری خوش اومدید. ما خواستیم در رابطه با صندوق کارگری در این رابطه صحبتی با شما داشته باشیم. خب با اجازه خودتون من سوالاتمو شروع میکنم. خواهش میکنم. منم سلام عرض میکنم به بینندگان عزیز برنامه افق جنبش کارگری و خسته نباشید بهشون میگم. با اجازهتون رفیق محمود، چند نوع صندوق کارگری در ایران وجود داره و میشه بگی که مثلا تعداد اینا چند تا است، نوع کارکردشون چیه؟ توضیحی در این رابطه برای ما و بینندگانمون بدین. عرض کنم که بر اساس صندوق‌های کارگری متنوع هن، اساس مختلفی هم دارن. نوعی از این صندوق هستن که صندوق‌های مالی هستن، نوعی از این صندوق هستن صندوق‌های برای امورات معین مبارزاتی، مثلا صندوق اعتصاب داره که تو تاریخ جنبش کارگری هم سابقه داره. صندوق معینی برای یک دوره معینی تشکیل میدادن برای دفاع از اعتصابشان، چون که ممکن بود بعضی از اعتصاب طولانی بشه، بعضی خانواده های کارگری احتیاج به کمک مالی داشته باشن، از این صندوق برداشت میکردن و به خانواده های کارگری میدادن. آرنج هم میدن. این یه نوع صندوق هست. صندوق هایی که
موقتا، اما کارکردی دارن در خدمت مبارزه چیز. میشه اینا رو هم دائمی ترش هم کرد، حفظش هم کرد، بعدها در موارد دیگری از اعتصاب یا اعتراض دیگری هم که پیش میاد دوباره ازش هم استفاده کرد. یه نوع صندوقی هستن که اساساً برای رفع احتیاجات مالی و رفاهی کارگره هستن، مثل دائمی همیشه خارج از اعتصاب باشه یا نباشه، اعتراض باشه یا نباشه، مثل تعاونی ها اینا هم به هر حال خودشان رو صندوق هم دیگه. اگر بخوایم تعریفی از صندوق بدیم، هرچه که پولی جمع میشه برای خدمت به مبارزه کارگر، رفاه زندگی کارگر، اون صندوقه. حالا این مهم نیست که تعاونیه برای خرید مایحتاج زندگی یا برای صندوق اعتصاب برای شرایط دیگه، یا نه صندوق بازنشستگی ممکنه باشه. صندوق بازنشستگی هم بالاخره جاییه که پول بازنشستگی کارگرها جمع میشه. اینه که بر اساس موارد متعددی تنوع مختلفی از این نوع صندوق ها هستش. همین الان مثلا صندوق هایی به وجود آمده تی این دوره اخیر، صندوق کمک به خانواده زندانیان کارگر. بعضی از رفقای کارگر که احتیاج به کمک مالی داشتن، خانواده هاشان یا خودشان زندگیشان، خانوادهشان تامین نمی شده، صندوق هایی به وجود آمده، بخصوص این نوع صندوق ها در خارج کشور بین فعالین کارگری به وجود آمده، کمک هایی جمع میکنن و به چیز میده. این نوع صندوق ها از این لحاظ متنوع و متفاوته. بله. منتها یک نکته ای که تو این صندوق ها هستش اینه که یه نوع صندوق هایی هم هست که عمومی هن. مثل صندوق تامین اجتماعی مثلا در ایران هستش، سازمان تامین اجتماعی یه صندوق کارگریه که پول کارگره را جمع کردن، چه برای مداوا و معالجه و چه برای بازنشستگی ازش استفاده بشه. حالا بعدا میان اگر فرصتی پیش آمد سر این بیشتر صحبت میکنیم، ولی میخوام بگم یه نوع صندوق هستن که اینجوری طولانی مدت تر، مخصوص صندوق های بازنشستگی زمان طولانی بیشتری دارن، کار کرده بیشتری دارن برای کارگر. این نوع صندوق ها کلن همه صندوق ها یک خاصیت باید داشته باشن، وان اینه که قابل بازرسی مالی باشن. نه. حالا به وسیله مجمع عمومی کارگراست، به وسیله جمعی از کارگری که تشکیلش دادن، قابل بازرسی مالی و کنترل باشه، قابل بررسی باشه، حساب کتاباشون معلوم باشه. مثلا صندوق های بازنشستگی کارگری که هست در اروپا، این صندوق ها سازمان های معینی برای بازرسی به اینا هستش که از جوانب مختلف اینا همیشه زیر ذره‌بین رو بازرسی هستن که نمیدنن حیف و میل بکنن اموالشان در این مورد. ولی در ایران چنین چیزی وجود نداره. اگر وجود داشته باشه، این سازمان بازرسی ها دست خود کسانیه که حیف و میل میکنن، برداشت نادرست و غیر در واقع مصرف های غیر قانونی میکنن. اینه که این کلن صندوق ها بایستی یک نوع نظارت مالی بر اینا تأمین بشه که متاسفانه تو ایران این نوع نظارت بسیار ضعیفه. این کار کرده باید داشته باشن صندوق ها که بشه حساب رسی کرد. تو خیلی از اینا ممکنه، مثلا اونجایی که تعاونی ها هستن، خیلی از مسئولین مالی و چیزهای تعاونی ها که تشکیل میدن خود کارگره هستن و قابل کنترل برشان، ولی خیلی جاها هم نیستند. یکی از اون مواردی که تو ایران اتفاق می افتاد صندوق مثلا تأمین مسکن بوده، مسکن برای کارگرها بخرن، پولی از کارگرها گرفتن ذخیره کردن، قرار بوده یه مدتی بهشان زمین بدن، پولا اف میل شده از بین رفته، کارگرها هیچ کاری برش نمیتونن بکنن و در نتیجه دستشان به هیچ جا بند نشده. نه مرسی. راستش این صندوق های کارگری در شکل های مختلف، دولت تا چه حد نظارت داره؟ دخالتش به چه شیوه و شکلیه در رابطه با اینا؟ میشه که در این رابطه توضیحات بدین؟ در این نقش و دخالت نهاد دولت در سیستم و کارکرده، با توجه به اینکه جمهوری اسلامی تاریخ سیاهی در رابطه با این چیزای حساب رسی و کنترل و بازار، چیزی که خودت میدونی دزدی و اینا هست، سیستم نظارتی رو توضیح بدید. این سیستم نظارتی که من توضیح دادم تو قسمت اول صحبت هم که قاعدتا در کشورهای مثل اروپا اتحادیه‌های کارگری که قاعدتا صاحب قابل نظارت در این صندوق هستن و مسئول نظارت در این صندوق هستن، به وسیله سازمان های مختلفی این کار انجام میدن، و گرچه تو خود اونر هم حیف و میلایی هست، ولی انقدر
که مثل کشور ما چیز نیست، خیلی بزرگ و زننده است نیست. اینجا اون کنترل یه نوع دیگه میکنه، ولی علاوه قاعده بایستی کنترل و نظارت بسی خود کارگر انجام بشه. مثلا جمعی که تشکیل میشن میخوان یه صندوق مالی کارگری برای جمع بکنن برای خود کارگرایی که وضع مالیشان خرابه، بیکار میشن یا نمیدونم توی اعتصابی اخراج شدن، توی جریانی اعتراضی اخراج شدن، یا نه اصلا صندوق مالی برای کمک به کارگران بیکار تشکیل میدن، خود کارگرا قاعدتا بایستی کنترلش کنن و حسابرسی بکنن و داشته باشن. علل قاعده همه جا صندوقای کارگری که تشکیل میشه بخشی از سرمایش خود کارگرا تامین میکنن، بخشیش میبایستی دولت بهشون کمک کنه. تو همه جا میشه، تو ایران اون چیزی که تو قانون کار آمده و سنت هم بوده حدودا 24% معمولا دولت به سرمایه اینا میداده کمک بکنه، منتها خیلی وقتا هم نمیکنه. یعنی بیشتر وقتا نه تنها کمکی میکنه، اون چیزی هم که خود کارگرا دادن برداشت میکنن به جوری دیگه مصرفش میکنه، یعنی مصارف دیگه ای ازش استفاده میکنه. اما اون چیزی که مهمه اینه که همین الان توی دوره‌ای که ما باهاش رو در رو هستیم، صندوق‌های مالی میدنه کارگری، به خصوص صندوق‌های جمع بکنن، پولای جمع بکنن کارگرا از بین خودشان، هر چقدر کوچیک باشه مهم نیست. و مهم اینه که اتحاد کارگرا نشان میده برای اینکه به مشکلات هم دیگر کمک بکنن از طریق صندوق‌های. این صندوق‌ها انواع مختلف داره که الان روز به روز گسترش پیدا میکنه و من فکر میکنم که دوره‌ای هستش که فعالین کارگری باید بیشتر روی نخم بشن، هم به دلیل اینکه کارگرا یاد میده چجوری بیشتر یاد میگیرن، دقیق‌تر از اون چیزی که انجام میدن به طور اتوماتیک خودشان سازمان بدن متحد بکنن، و همین که سیستم نظارتی خودشان بهش نشان میدن، تمرین میکنن در این موارد، و همین که کمکیه برای زندگیشان. کسی که وام مخواه بگیره، مخواه دخترش شوهر بده، فلان کارگری که گیر کرده الان میخواد دخترش شوهر کنه، احتیاج به پولی داره که بگیره از یه جایی، به جایی اینکه بره از یه کسی نزولخوری یا از یک بانک با 22% بهره بگیره، پول بگیره، میدونه از یه صندوق کمک مالی کارگری وام بگیره 10,000 تومانی 50,000 تومانی هر چقدر که بنیه صندوقش رو هم میرسه، بدن وام بدن که بعدن خورد خورد ازش پس بگیره. اینا میدونه کمک زیادی بکنه به فعالین جنبش کارگری با خود جنبش کارگری. بله، مرسی. رفیق محمود، همچنان که اطلاع دارید بخش وسیعی از طبقه کارگر ایران در محل کارهایی کار میکنن که کمتر از 10 نفر کارگر داره، و این کارگاه‌های کوچک و محل کارهایی که شامل قانون کار نمیشه، خب در اینجا کارگری دچار حادثه‌ای در حین کار بشه و مریض بشه، اتفاقی براش بیفته، خب در این رابطه چجور میتونن کمک بکنن مثلا صندوقای کارگری؟ عرض کنم که این یک مسئله مبارزاتیه، فقط مسئله صندوق نیستش. ببینید تو ایران، تو اکثر دنیا یک صندوقای بزرگی هست برای صندوقای بازنشستگی و مداوا و درمان، برای کارگر هستش، برای همه مردم هم هستش. مثلا در ایران یه سازمانی هست به نام، من یاد داشته کردن، یه صندوقی هست بنام بیمه دولتی هست، چه تعداد زیادی هست، حدود 17 تا صندوق بیمه دولتی هست تو ایران، که یکی از اونها بیمه سلامت اسمش. همین بیمه سلامتی که یه سازمان دولتی ایجاد شده برای بیشتر کارمندان دولت و بخشی از کارتونان دستگاه‌های دولتی و ارگان‌های وابسته به دولت هستش، یا حتی بعضی مردم عادی ممکنه خودشان بخوان عضو بشن تو این صندوق‌ها، این بیمه سلامت یکی از اوناست که بزرگترین بیمه دولتی تو ایرانه. خب مثل یه صندوق عمل میکنه این بیمه. تقلای زیادی کرده که بدن، حالا اینه تو پرانتز دارم میگم، که صندوق تامین اجتماعی کارگرانه، بکشه تو خودشو حل بکنه، و دولت هم تقلای زیادی داره این کار بکنه، منطقه از اونجایی که به قول خانه کارگری محجوب یه جا اشاره میکنه که کارگرها به این صندوق زیاد حساسن، سعی کردن تا به حال یه کمی بهتات باشن و این فعلا این کار نکنه، منتها تو برنامهشان هست که صندوق تامین اجتماعی ببرن تو بیمه سلامت و ادغامش کنن. منتها اگه برگردم به سوال شما، عبارت از اینه که دو دسته کارگر هست میدونن صندوق داشته باشن.
دسته ای که کارگرایی که تو صنایع بزرگ هستن بالاتر از 10 نفره به قول شما، به قول واقعیت تو جامعه ایران هستن ده. که اینا میدن عضو صندوق تامین اجتماعی بشن. این صندوق تامین اجتماعی هم براش هم صندوق بیمه درمانی هستش، معالجه، و هم صندوق بازنشستگی هستش که دو تا فونکشن عمل کرده. ممکنه هر چیزای دیگه هم داشته باشه، ولی دو چیز به اصطلاح دو کارکرد اصلی اینا، یکی معالجه و مداواست، یکی بازنشستگیه. و حقوق بیمه بیکاری هم تا حدی توش میمونه، ولی آنچنان پررنگ نیست تو صندوق بیمه بیکاری، تو صندوق تامین اجتماعی ایران. خیلی خوب، اگر به کارگرایی که تو این کارگاهی بالاتر از 10 سال 10 نفر جمعن یا صنایع بزرگ، معمولا میرن زیر پوشش صندوق تامین اجتماعی. اما کارگرایی که زیر 10 سال هستن، زیر 10 نفر هستن، هیچ کجا هیچ بیمه شاملشان نمیشه، هیچ بیمه ای ندارن. خب حقوق کارگری هم که امروز زندگی میکنه انقدی نیست که بدونه خودش بیمه شخصی بخره برای عضو بیمه شخصی بشه. بله، گرانت هم. بنابراین هر نوع حوادثی محل کار، هر نوع بیماری، هر نوع احتیاج مالی تو این کارگاه ها کاملا کارگر هیچی دستش نمیاد. تنها چیزی که میتونه بکنه اینه که باید مبارزه کرد برای اینکه کارگاه های زیر 10 نفر هم بزنن عضو صندوق تامین اجتماعی بشن یا عضو بیمه های دیگه بشن که بخشی از بیمه شنه که خودشان از حقوقشان کسر میشه و بخش دیگریه که قاعدتا باید دولت بذاره براشان به عنوان سرمایه صندوق تامین اجتماعی بده، اینا رو برن تو بدنن وارد این صندوق ها بشن. اینم یک مبارزه طولانی دائمی کارگر میخواد که مسئله هم خود کارگر بیکار هستش، هم خود کارگری که شاغله، هم مسئله کارگری که تو زیر کارگاهی 10 نفره کار میکنه، هم مسئله کارگری که توی کارگاهی صنعتی بزرگتر کار میکنه. مسئله مربوط به فقط مسئله طبقاتی داره. مسئله طبقاتی. بله بله. بنابراین بله بله. خب چند صندوق بیمه دولتی تو ایران هست الان و چه رابطه ای با سازمان تامین اجتماعی دارن اینا؟ که بشه در این رابطه می توضیح بدین. از کنم که حدود 17 صندوق بیمه دولتی تو ایران هستش، 17 صندوق مختلف هستش. بعضی ادارات، بعضی دستگاه های دولتی یا وابسته به دولت خودشان بیمه های خودشان دارن، جداگانه دارن، مستقل از سازمان تامین اجتماعی، مثل بانک ها، مثل ارتش. بعضی از اینا بیمه های خودشان دارن که کارکنان خودشان هم از کارگر یا کارمنداشان تو این بیمه هاشان جا میدن و اونجا سازمان پیدا میکنن. یه بخشی هست که صندوق کارگریه که صندوق تامین اجتماعی، سازمان تامین اجتماعیه که مخصوص کارگر است، با سرمایه اولیه کارگر به وجود آمده که قاعدتا میبایستی 24% دولت بهش کمک کنه به این صندوق. اما اون چیزی که مسلمه تو تاریخ ایران توی چند ساله به خصوص، دولت بیشتر از اون چیزی که از این صندوقا نه تنها به اینا سهمیه یکی میبایستی میداد نداده، بله، بلکه از اون سهمیه هم که خود کارگرها جمع آوری کردن توی صندوق ها مانده دزدیدن. بله، به مقدار وسیعی. خب برای که این الان تو تمام متوات ایران منعکس از اون 13-17 سازمان چیزی که هستش، بیمه دولتی که تو ایران هستش که ادارات مختلف دولتی و شعبات مختلف سازمان های نمیدنم استانی و جاهای مختلف در بر میگیره، یکی از اون هستش که بزرگترین بیمه ایرانه، بیمه سلامت بهش میگن، اسمش بیمه سلامته. که بیمه سلامت چون کاملا دولتیه، از اونجا در نظر دارن که تو بخش قبلی صحبت هم گفتم سازمان تامین اجتماعی کم کم منتقل کنن تو اونجا و در واقع شاید پوششی باشه برای این دزدی‌های کلانی که از سازمان تامین اجتماعی شده. پوششی برای اون چیز کنن، پیدا کنن. یه نکته اینجا شاید ضروری باشه که بگم، اونم اینه که تو این جمع صندوق های مبارزاتی که کارگرها معمولا جمع میکنن یا تو ایران هم شاید تأثیراتی داشته باشه، دخالت دولت هم. سازمان تامین اجتماعی ایران به وسیله دستگاه های دولتی اداره میشه. خانه کارگر در این دخالت تأثیر داره، دخالت داره، شرکت داره. خیلی از اعضای شورای اسلامی، انجمن های اسلامی، شورای مرکزی شان اینا تو این کارکرد سازمان تامین اجتماعی دخالت میکنه. از جابجا کردن سرمایه هاش بگیر تا
حتی پوشش دادن کارگرها چه مقدار کارگر پوشش بده چقدر پوشش نده. اونجا بنابر اون چیزی که آماری که خودشان میدن قاعدتا سازمان تامین اجتماعی ایران 34 میلیون عضو داره، ولی این 34 میلیون عضو بخشش از جاهای دیگه آمده. منتها اون چیزی که مهمه اینه که سرمایه سازمان تامین اجتماعی به خصوص بخش بازنشستگیش که میبایست ثابت بمانه، این سرمایه ها را با دخالت دولت در امر خصوصسازی صنایعی که تا به حال دولتی بوده به کار میبردن. یعنی چی؟ یعنی مثلا صنایع ذوب‌آهن خوزستان یکی از اون است. ذوب‌آهن خوزستان که خواستن خصوصیش بکنن، اولین جایی که ازش فروختن بهش به سازمان تامین اجتماعی بوده. بله. به سازمان تامین اجتماعی بوده. حالا من میام سر این که این وضعیت چه قرار میشه. یا جاهای دیگه دیواری کوتاه‌تر از دیوار کارگر پیدا نمی‌کنه دولت سرمایه‌داری. اول از همه سرمایه کارگران رو مصرف می‌کنه. پولی که می‌واسه خرج بیمه و درمان کارگر بشه، خرج بازنشستگی کارگر بشه، میره می‌ریزه تو حقوق سرایی خصوصی سازی و بعدش چند سال خیلی از خصوصی سازی اینجور شد. بعد از چند سال اعلام ورشکستگی می‌کنن، پول تمام بازنشستگی کارگران هم از بین میره و نمی‌مونه. دریافتی کارگر برای بازنشستگیشه به شدت پایین میره. حالا من نمونه ازش بعدا میام میگم. بله. منتها نکته ای که میخواستم بگم اینه بود که نه تنها دولت تو ایران تو این صندوق های کارگری دخالت میکنه و تخریب میکنه و دزدی میکنن و چپاول میکنن، بلکه به نوعی دیگری هم هست از دخالت تو صندوق های کارگری یا تو زندگی کارگر. صندوق هایی هستن که یا پولایی هستن که از بیرون تامین میشن، از دولت های دیگه ای تامین میکنن و به وسیله کسانی اینا رو میخوان برای اینکه در واقع به بخشی از کارگران کمک بکنن، جنبش کارگری به بیراه میخوان ببرن. خب این نمیشه که واضح تر بگیم. نمونه یکی از اونا چیز بود تو همین اخیرن یه برنامه مثلا پخش شده از اسانلو که از تلویزیون اندیشه که اونجا گویا پول کلانیه بهش چیز میدن. من اطلاعیه رضای شهابی و رفقای دیگر خواندم که اطلاعیه دادن در این مورد، ازش خواستن که این پولا رو پس بده. پول کلانی بهش میدن که گویا به فعالین جنبش کارگری برسانه. خب اینا برای این نیست که دلشان به جنبش کارگری سوخته و میخوان جنبش کارگری به راه خودش بره. اگر ما میگیم جنبش کارگری جنبش مستقلیه، باید جنبش مستقل از طبقات دیگر دولت و کارفرما و دولت‌های دیگه هم باشه. خب معلومه شامل دولت‌های دیگه هم میشه، شامل سازمان‌های دیگر بورژوازی و سرمایه‌داری هم میشه. بنابراین میبایستی این استقلال حفظ کرد. برای حفظ این استقلال نبایستی از اون وابسته بشی به کمک‌های مالی که از فلان سازمان سلطنت طلب آمریکایی میگیری یا فلان جایی میگیری. بله، یعنی این به طور خود به خود دریافت کمک برای تقویت جنبش کارگری شما نیست. نیست، بلکه شما باید اینو روشن‌تر بگین که جنبش کارگری باید اتکاش رو چه؟ رو خودش باشه. اینا میبرن که میخوان که با این پولا جنبش کارگری به اون جهتی ببرن که خودشان میخوان، به اون جهتی میخوان که خودشان میخوان ببرنش. ولی دوله دلشان برای کارگر سوخته. بابایی سرمایه داره که میلیارد داره، چه دلش برای کارگر سوخته؟ اون که هر روز از کارگر این تازه این پولی هم که میده کار ندارن به از ارزش اضافی که کارگر تولید کرده میاره به خودش پس میده. ولی به هدف اینه که کارگرها را از به این به کارگر نشان بده که ما دل ما برای شما میسوزه، مبارزه طبقاتی وجود نداره، اختلافی بین من و بین کارگر و سرمایه‌دار وجود نداره. این خاک پاشیده میشه کاری اختلاف وجود داره، مثل روز روشن همه روز زندگیشان میبینه، احتیاج نداره کسی برایشان توضیح بده. بنابراین میخوام بگم که این نوع وام گرفتنا، این نوع پول گرفتنا به عنوان کمک مالی، حالا تو صندوق هر کمک مالی دیگه ای بخوا بزنیدش، خاک پاشیده میشه طبقه کارگره، استقلال طبقاتی طبقه کارگره از بین میبره، خاطر خود فاصله های طبقاتی مخدوش میکنه، نمیذاره کارگر ببینه که چه اختلافی با سرمایه دار داره و اینا برای بیراه بردن مبارزات کارگر. منظور شما اینه که طبقه کارگر ایران به شکل های مختلف و در هر جا که هست اتکاش رو صندوق های کارگری باشه که خودشون و نهادهای کارگری خودشون
به این مشغولن و درست. حتی این رفقا تو اطلاعیشن یه نکته خیلی جالبی میگن که از رزمندگی رفقا نشان میده که میگن که ما اگر حتی در بدترین شرایط هم قرار بگیریم که محتاج کمترین چیزی هم باشیم حاضر نیستیم چنین کمکایی بذیریم. این نشان میده چقدر قبیحه، چقدر زشته گرفتن این کمک ها از اونا و چقدر صدمه میزنه این کمک ها. بنابراین مسلمه که بایستی صندوق های کارگری یا نیاز های حتی کارگران متکی به خود کارگران بشه. خب در رابطه با همین سوال، رابطه آیا کارگران ایران برای تقویت مبارزات خودشون حق دارن که از نهادهای کارگری بین المللی تقاضای کمک کنن یا نه؟ این هم یه سوال اینجا. نهادهای کارگری بین المللی متوجه منظورت نیست؟ مثلا اتحادیه کارگری، مثلا سازمان جهانی کار باشه، اون چیز دیگه. نهادهای بین المللی کارگری مثلا اگه سازمانای مثل توضیح بدین اتحادیه مثلا کارگران ال او اروپا، یعنی کارگرانی که اتحادیه کارگری، اتحادیه کارگری که در اروپا هستن، خب اونا خودشان میدونن که اینو کمک ها نه میکنن و نه طبقه کارگری ایران تا به حال هیچ وقت از این چیزا دریافت اینو کمک های درخواست نکردن. منتها اگر کردن طبعا معلومه باید از کانال های سالم و سلامتی باشه که برای کارگرا قابل بازرسی باشه، بفهمن که این پول از کجا آمد، برای چی خرج شد، به کجا رفت. حالا ممکنه اونارم که مثلا نهادهای وابسته به چیز نمیدونم اتحادیه‌ای که آمریکا داره قلابی میسازن به پول بدن، بگن اینا رو از اتحادیه کارگری آمده و بگیرید و چیز کنید و حتی قابل بازرسی باشه، ولی اون جهت چیز دیگریه، این اتحادیه چیز دیگریه. بنابراین به نظر من شخصا خودم نظرم اینه که تا به حال دلیلی که جنبش کارگری ایران چنین تقاضایی از این اتحادیه ها نکرده تا به حال و نداشته، سابقه ای هم نداره، بنابراین تو اوضاع فعلی ضروریت هم نیست، برای که فشار ها زیاد میاد بایستی تفاوت ها رو روشن کرد و این تلاش های بیهوده به عهده فعالین کارگری میذاره. بنابراین نکردن تا به حال به نظر من نکنن. یه سوال دیگه دارم اینه که در صحبتاتون شما اشاره کردین که اون سرمایه جمع شده تو صندوق های کارگری که چجور سیستماتیک از طرف این نهادهای دولتی چپاول شده. این پرونده ای در جریان بود. بله. اختلاس های چند میلیاردی. این پرونده به کجا رسید؟ ببین پرونده ای که توی چیز به وجود آمد. که سعید مرتضوی مجرا. صندوق تامین اجتماعی پیدا شده بود که سعید مرتضوی مقدار زیادی پول رشوه داده به تعدادی از مجلسیان و سران سپاه و این ور اون ور. این یک. دوم از اینکه برداشت های خیلی زیادی طی دهها از صندوق بیمه بازنشستگی کارگرا جمع برداشتن و پس ندادن و در نتیجه سرمایه‌ای که برای خود صندوق تامین اجتماعی باقی مونده اینه که هم روز به روز چون ضعیف‌تر سرمایه، چون نمیدونه دکتر خوب بگیره، در نتیجه روز به روز از بیمه کارگرا و درمانیشان هم بدتر و بدتر میشه، در حالی که پولی که خودشان دادن جمع کردن به سرقت رفته. و اینجا از اونجایی که این سازمانی که دولت ادارش میکنه و میبایست دولت جوابگو باشه، دولت فعلا هیچ جوابی نمیده. این پرونده ای که تشکیل شد خود دولت به مجلس به سرپرستی محجوبی هیئت تعیین کردن که گزارشی در این مورد تهیه کنه که گزارش برداشت میلیاردها هزاران میلیارد تومن و دلار ازش صحبت میشه که چقدر معلوم نیست. اسنادی که جمع شده بوده که تمام اسنادی که مربوط به برداشت‌های غیر مجاز دولت‌ها بوده از این صندوق بازنشستگی و درمانی کارگرانه چقدر بردن، مجموعه اسنادی بوده که به اندازه یک کوه و اینا را مسعود سعید مرتضوی قبل از اینکه روز آخری که می‌خواد بره این اسناد با خودش برده و معلوم نیست چه به سرش اومده. این از این. خود پرونده هم که تشکیل دادن برای این برداشت ها، این برداشت ها دو بخشه، برداشت هایی که دولت کرده از اینا برده و خرج مصارف دیگه کرده که از جمله شایعاتی که هست اینه که خرج مصارف اتمی کرده، از اینا بدهکاری های خود دولته که میبایستی به ازای هر کارگری 24% هم به صندوق تامین اجتماعی کمک بذاره، ده ها ساله که دولت این کمک ها رو نذاشته، چی از اون چیزی هم خود کارگرها پرداخت کردن به سرقت بردن دیگه.
یعنی بدهکاری بی اندازه عظیمیه که هزاران میلیارد دلاریه که دولت به صندوق تامین اجتماعی بدهکاره. این دوتا. سومین قسمتش اینه که از سرمایه صندوق تامین اجتماعی کارگران دولت برده برای خرج خصوصی سازی کرده. صنایعیه که داشتن یا ورشکست می‌شدن یا دولت نمی‌خواست خودشان ادارهش به عهده بگیره، در طرح خصوصی سازی آمدن وادار کردن که صندوق تامین اجتماعی بر اساس حالا هر ماده قانونی به کارگر مربوط نیستش که پولاش بردن تو اونجا سرمایه گذاری کردن. خیلی خوب، همین الان مثلا پولای صندوق تامین اجتماعی تو صنعت فولاد، تو ذوب‌آهن فولاد اصفهان سرمایه گذاری شده. چرا سرمایه داران اونجا که سهام اونجا رو دارن روز به روز بالا میره، گنده تر میشه پول این رقم، ولی خبری از اضافه شدن به صندوق کارگران نیست. چرا گزارشی ازش، کسی گزارش ازش نمیده، معلوم نیست چی این سرمایه به کجا رفته. خیریه خونی کارگرا کار نکردن که پول بدن، خیریه بدن به سرمایه دارا سرمایه درست کنه. این اون چیزیه که میباید خواهد. این سرمایه از این طریق هم به یه جور دیگه به هدر رفته و خیلی جاها چپاول شده. خیلی جاها اون صنایعیه که فروختن به بخش خصوصی، بعد از 6 ماه خریدار بخش خصوصی اعلام ورشکستگی کرده، ساختمان کارخانه رو خورد خراب کردن، ازش یه ساختمان 40 طبقه 20 طبقه آپارتمانی درست کردن و فروختن. و در نتیجه اون چیزی که مانده سر کارگراست که میکنند. پرونده ای هم که تشکیل شده، پرونده رو مثل همه صدها پرونده اختلاس و فسادی که در دستگاه سیستم اداری درستش بردن، خواباندنش. دولت روحانی که آمد سر کار ظاهرا قرار بری بود که این پرونده پیگیری کنه، ولی پیگیری که نشده هیچی، مسکوت هم گذاشتن. هر روز به روز هم سعی میکنن روش یک قابی بزرگتر بذارن که نکنه صداش در بیاد دوباره. بنابراین مثل همه پرونده های اختلاس بزرگ که تو ایران میشه، اینم مختومه اعلام کردن و به خصوص چون که مربوط به صندوق کارگران هم هست، حتما بیشتر روشه میخوابانن و روش خاک میپاشن و اینو بست و بخشش هاره انجام میدن. انجام میدن. و به عنوان آخرین سوال هم اینه که کارگران و فعالین کارگری در این مورد میتونن چه اقدامی انجام بدن؟ در این مورد من تصورم اینه که پرونده دولت همچنان که خواباندن میخواباننش، هیچ حساب کتابی هم به کسی پس نمیدن. اگرم بدن فوق 6 ماه زندر به سعید مرتضوی میدن و خلاص، پوله خب بر نمیگردن به صندوق تامین اجتماعی دیگه. معلومه که بر نمیگردن، از حالا معلومه، همه بحثاشان و موازهشان معلومه که نمیدن، پوله بر نمیگردنه. همچنان که پولایی که به چیز بدهکارن، یه گزارش اخیرا آمده بود از خود چیزی داده بود، خود شهرداری تهران داده بودن، انجمن شهر تهران داده بودن که چقدر از سرمایه بازنشستگی کارگران شهرداری که کارگران شرکت واحد هم جزشن چون صاحب کارشون شهرداریه، تو اون گزارش میگه که حد اکثر دریافتی کارگران بازنشسته شهرداری 560,000 تومانه در ماه، از حد اقل معیشت زندگی. خب میدنه خیلی کم داره، از حد اقل دستمزد هم پایین تر. خب ولی ده ها ساله که قرار بوده ما با تفاوت کارگران به حقوق بازنشستگیشان اضافه بکنن، خوردن و رفتن هنوزم بهشان نمیدن. اینه خود شهرداری میگه، خود اعضای انجمن شهرداری میگن، میگه ما با تفاوت حقوق کارگرای شهرداری که میبایستی بر اساس قوانین سازمان بازنشستگی بهشان بده کم داده، خوردن و رفتن کسی هم بهشان پس نمیده. رفیق محمود عزیز، از اینکه در این برنامه با ما بودید سپاسگزاریم. بینندگان عزیز، از اینکه با ما بودید سپاسگزاریم. امیدوارم در برنامه های دیگه بتوانیم بیشتر در رابطه با مسائل جنبش کارگری صحبت کنیم. زنده باشید.